سه دو یک درود بر شما درود بر شما بالاخره وقتش رسید که ما هم این ویدیوهای پاسخ به سوالات شما و این چیزا بسازیم هر اینه که تو این ویدیو اول یه خورده با من بیشتر آشنا بشید دلیلش اینه که میخوام یه خورده مثلا سمیمیتر بشه رابطمون و وقتی شما مثلا پیگیر محتوایی آدمی هستید وقتی بهتر بشناسید بهتر کلا کاراشو درک میکنید و میدید. رفاقتی طور میشه اینجوری خیلی خوبه اول میخوام یه خورد توضیح بدم راجع به خودم سوالاتی که خصوصا تو این چند ماه زیاد تو یوتیوب دیدم که پرسیدید مثل اینکه مثلا کجا زندگی میکنی تو ایرانی یا خارج از ایران که خب قابل درک این سوال دیگه اگه طرف تو ایران باشه یه جور میشه بهش نگاه کرد اگر خارج از ایران باشه یه جور دیگه میشه مثلا تحلیلش کرد یا یعنی اینکه اصلا چرا تو ایشا راجع به سازمان اطلاعاتی داخل ایران کار نمیسازی فکر کنم نصف سوال همیشه این بوده در من پای هر ویدیو یه بار این سوال شده و به این سوالات جواب میدم بعدش که اون چیزی که فکر کنم لازمه راجب خودم بهتون بگم رو گفتم میریم سراغ داکیو دراما اینکه چی شد چک گرفت چجوری کار میکنم اینا رو میگم و برنامه سال آینده رو هم میخوام براتون بگم چون فکر کنم لازمه که در جریان باشید راستش خیلی ایده دارم برای سال بعد این چند ماه بیشتر تمرین بود بیشتر این بود که اصلا یه خورده جون بگیره این کانال نزدیک ده هزار تایی شده اینیم دیگه الان فکر کنم تو سه روز دیگه بشیم ده هزار نفر دور هم خیلی خوشحالم از این بابت و حالا از این به بعد دیگه دستم بازه و میتونم مثلا کاری که میخوام رو انجام بدم موضوعاتی که کم کم به فکرشون هستم و پیش انجام بدم و وقتی اینا هم گفتم دیگه یه سری سوالات جزئی و اینا میمونه و حالا هر چی لازم بود میگم سوالاتی هم که شما از هم همیشه پرسیدی رو لا بلای حرف حرفام جواب میدم اول میخوام اول هم بگم من دیگه پایین از این چیزا نمیذارم اینا که مثلا فهرست بندی میکنه دیگه همراه هم باشید دیگه نیم ساعت وقت بدید ما یه حرف بزنیم یه خورده بکنیم اول بخوام خودم رو معرفی بکنم من مرداد 71 توی شهر عزیز همدان به دنیا اومدم شهری که عاشقشم و از همون نوجوانی خب عاشق نویسندگی بودم از بچگی از پنجم ابتدایی که جول ورن خوندم رومانی که بابام برای خواهرم گرفته بود من خوندم رمان آخرین هدیه مالی جور برن. همون رمان باعث شد من عاشق نویسندگی بشم دیگه هی می نوشتم واسه مجله های مختلف یه مجله بود اگه عشق گیم باشید و هم من باشید مجله رو خوب یادتون لوه خانه بازی های رایانه هم بهش میگفتن اون همیشه داستان چاپ می کرد از من خیلی داستان چاپ کرد و اون خیلی بهم به انرژی میداد خیلی انگیزه میداد بهم به که رسیدم خب یه خورده بحران بود و دیدید دیگه نوجوان میخواد خودش رو بشناسه راه های مختلف رو تست میکنه با آدم های مختلف میگرده ولی نهایتا به این رسیدم که آقا من میخوام برم سراغ سینما جمع بندیم در مثلا 18-19 سالگی این بود من باید برم سینما بخونم میخوام فیلم ساز بشم ولی خب توی همه دانو اون موقع دانشگاهی نبود که سینما تدریس بکنه الان فکر میکنم علمی کاربردی هست فکر میکنم درس میدن ولی خب اون موقع نبود مجبور بودم یه رشته دیگه بخونم چون من جور نبود که از خانواده دور شم و بیام تهران و اینا این شد که رفتم اقتصاد خوندم پنج،, پنج سال ده ترم و با معدل دوازده و ده صدم لیسانس گرفتم یعنی پیر شدم به خدا پیر شدم تا من لیسانس بگیرم و میدونید همیشه دیدید تو هر کلاسی یه چهار تا شاگرد تنبل هستن که درس اصلا نمیدونن چرا اومدن دانشگاه دقیقا من اون بودم و... حالا که منو میشناختن میدونستن خب من عشقم فیلم سازیه کلاس فیلمسازی سازی میرفتم از همون 19 20 سالگی فیلم میساختم تو تا فیلم ساختم فیلم کوتاه میدونستم که من آدم مثلا بی هدفی نیستم یعنی من هیچ وقت نبودم خداییش من از این آدمام که اول سال برنامه هامو نوشتم بعد تا آخر سال تیک بخوره اینجوری بودم همیشه ولی اونا که من نمیشناختن میگفتن بابا این مثلا اومدی اینجا چیکار کنه این شا... این میخواد چیکاره بشه مثلا بهش یه انگل بهم نگاه میکردن و سختی دیگه شما 5 سال تو یک جایی باشی که ندونی اونجا چی کار میکنی و با آدما ارتباطی نداری خیلی سخته دیگه من موقع خوندم برای ارشد سینما چون هر... میخواستم هر جور شده برم سراغ علاقه هم و میخواستم بیام تهران بهترین راه هم برای یه جوون مثلا 24 5 ساله اینه که دانشو قبول شه بیا تهران دیگه مثلا خیلی از جوونا که میخوان برن خارج از کشور بهترین اینه که به اسم دانشو بیان خوابگاه بگیرن خصوصا سینما که عشق هم بود خیلی کنکوری سخت بود و به هر صورتی که بود قبول شدم رتبه زیر ده باید می آوردم که روزانه قبول بشم و مثلا شرایط برام مساعد باشه که بتونم بیام چیرین ترین دوران زندگیمون دو سال بود که توی دانشگاه هنر اومدم ارشد خوندم علایقم تغییر کرد نسبت به سینما مثلا من قبلون بیشتر عشق فیلم داستانی بودم بعد اون دیگه رفتم سمت مستند الان دیگه با فیلم سازی مثلا ارتباطی ندارم فکر شاید تا مدت ها هم نرم سمتش میرم یه روزی فعلا نه فعلا همین پلتفرم پادکست و یوتیوب و اینا خیلی برام جذاب تر دغدغه و قشنگ میتونم توش پیاده کنم دیگه لازم نیست بخوام تغییر مسیر بدم و برم سراغ سینما اون موقع ولی مثلا عشقم به مستند خیلی قوی شده بود و مستندی که میگم زنتون نره حالا سمت این مستندای صدا و سیمایی و شوک و فلان و اینها مستند درست مستندیه که مثلا بین حقیقت و واقعیت تمایز قائل باشه اینکه آقا من یه جاهای واقعیت رو دور میزنم برای اینکه حقیقت رو بگم حالا نمیخوام بس رو چیز کنم میگم مثلا شما مصند خوب مستند های اسکار رو برید ببینید اونا که دیده میشن بعضن اصلا شما نمیدونی تشخیص بده آقا این واقعی این صحنه یا اصطلاحا استیجینگ ای این یعنی کارگردانی شده است نمیتونی تشخیص بدی اینقدر کارگردان هنرمنده فیلم های کیاروسمی رو ببینید شما اونم یه خورده این حال و هوا حالا اون داستانیه ولی مثال رو میزنم شبیه نمیدونی مستند یا واقعیت الان من نسبتم چیه با این فیلمه این جذابه ولی اون موقع من یه جوون تنها یه افسورده داغونی بودم که نمیتونستم مثلا علایقم رو پیش بگیرم فیلم سازی اولا که پول میخواد پول زیاد میخواد دو با من تو ایران فیلم سازی دیگه مثلا یه مسیر دیگه ای افتاده میدونید بچه های فیلم کوتاه میدونم من چی میگم یه حالت چشم و همچشمی شده فقط من دو میلیون جور کنم بیام یه فیلم کوتاه بسازم که برم چهار دو جایزه بگیرم میدونید پس مثلا عشق چی میشه دغدغت چی میشه بعد حالا برای امثال من که اصلا جور نبود این قضیه خیلی سخت بود اون دوران و من مجبور بودم مثلا دیگه از یه کارم بکنم و نتونستم مثلا اون دوره استفاده بکنم برای اینکه وارد بدنی سینما بشم بدنی هیچی اصلا بود سرش بخوره فیلم ساز بشم فیلمساز فیلم مستقل بشم نشد و بعد اون دیگه درگیر دنیای کارمندی شدم تقریبا از سال 98 به بعد من از قبلش هم بولم و از قبلش هم کار میکردم ولی دیگه از 97 و 8 به 98 به بعد که درسم تموم شد من وارد دنیای کارمندی شدم تا همین 1401 تا پارسال بس یادم رفت بگم امروز که دارم زب میکنم جمعه 25 اسفند 1402 و چند روز دیگه عید نوروز میرسه نوروز باستانی عزیزمون که همیشه امید میاره برامون حتی تو این حال خراب ولی اون موقع خب مثلا دوست نداشتم اون زندگی رو دیگه میدونید احتمالا خیلی از شما هم تو نوجوانی اینجوری بودید خصوصا اونایی که فاز هنری دارن تو نوجوانی رویا پردازن و به این فکر میکنن که بابا من که قرار نیست مثل بقیه بشم من قرار نیست برم کارمند بشم مثلا پدر مادرت میگن بیمه با بیمه چیه من میخوام بشم کریستوفر نولان بیمه واسه چیه من اینجوری اونجوری و وقتی اون واقعیت میخوره تو روت ببینی نه من هم مثل بقیه شاید یه روزی به اون اهدافم برسم ولی اینجوری نیست این اول کار بگن بیا این فرش قرمز بیا برو جایزتو بگیر تو باید بری بری بیفتی تو مسیرش خودت مسیر تو پیدا کنی مسیر تو لزوما مسیر نیست که فلانی رفته قرار نیست خودتو با کسی مقایسه کنی هر کسی یونیک مسیر خودش رو باید دنبال کنه و پیدا کنه بعد دنبال کنه اینا رو خب وقتی میفهمی خورده میخوره تو رود دیگه تو شوکه میشی سیلی اول میخوری اینجوری بگم و برای منم میخوره سخت بود چون مسئولیت خانواده‌ام با من بود یعنی من کار میکردم باید خانواده رو تمین میکردم خرج خانواده رو میدادم چون دیگه اومده بودیم تهران هم زندگی میکردیم و خیلی سخت بود ماهی 7 میلیون 8 میلیون حقوق بگیری فقط 5 تومنش بره اجاره این شوخی نیست استرس شدید حال بد ناامیدی و تو این وسط دیگه جایی نمیمونه تو سینما رو دنبال کنی منتها من شغلم من تولید محتوا بود این شغلی که همیشه از بچگی دوست داشتم دیگه مثلا فکر میکردم میشه یه روزی من از نوشتن بتونم پول در بیارم تولید محتوای متنی اینو داره درست حالا چیزی که می‌نویسی نوشت مثلا نویسندگی که نیست ولی از نوشتن پول در میاری خیلی برام جذاب بود اصلا عاشق این کار بودم خسته نمیشدم ازش چند شیف بگم کار میکردم یعنی من یه شرکت که مثلا ثابت بودون با چند شرکت هم مجبور بودم لابلاش مثلا تو اوقات بیکاریم کار کنم جمعه شنبه نداشتم اصلا من هیچ وقت کلا روز تعطیل ندارم الانش هم ندارم اصلا آدمی نیستم که سمت مسافرت و این چیزا برم همش تو اتاقم هم مشغول کارم همش حالا میرسم به چون میخوام می چیزایی بگم راجع به که چرا این جوریه و چرا حالم خوبه که این جوری هم شاید به درد یه کسی بخوره این حرف خلاصه اون روزا خیلی سخت میگذشت ولی این تولید محتوا یه خورده آتیشی تو قلب من روشن کرده بود که خب من درست الان کارمندم درست اون زندگی نیست که میخوام ولی یه خورده یه کوچولو شباهت داره به اون چیزی که تو رو ها بود که بتونم از نوشتم پول در بیارم دیگه و تونستم رشد بکنم تو این شغل کم کم شدم مثلا اینجوری بود که برای یه شرکت مثلا شدم مدیر محتوا برای یه شرکت همسا می نوشتم مثلا برای یه شرکت دیگه مدیر محتوا بودم بعد کم کم با استراتژی محتوا آشنا شدم احساس کردم چ... اصلا همون همونیه که من میخوام من همیشه عاشق این بودم که استراتژیست باشم برای مثلا یه جایی یه کاری کتاب های استراتژی رو شروع کردم خوندن و برای یه شرکت هم که شدم بنی به عنوان استراتژیست محتوا استخدام شدم و الان هم مثلا با مدیر اون شرکت رفیقیم با هم افتخار رو دارم که رفیق هم باشیم و با دیگه کار نمی‌کنیم دیگه من از این جایی بعد کلا کارمندی گذاشتم کنار میگم حالا چیو جریانش و این استراتژی محتوایی درسته میگم سخت فلانه ولی حرفم اینه که وقتی یه مسیر رو میری به این فکر کن که چه چیزهایی میتونه برات داشته باشه همین خیلی به من کمک کرد که الان بتونم توی یوتیوب تو پادکست محت... مثلا چه جوری سوژه انتخاب کنم چه جوری با مخاطبم ارتباط بگیرم چه جوری تبلیغات بکنم مثلا یه مورد خیلی مهم شاید سری از شما بخواید تولید محتوا بکنید مسئله تبلیغاته ببینید من مثلا 1401 بهار شروع کردم به پادکست تاریخ تراما قبلش میخواستم پادکست تولید تب... مح... محتوا بسازم اسمش هم گذاشته بودم دکمه صدفی من از یه جایی بعد دیدم من عشق اصلیم تاریخه بذار تاریخ شروع کنم اونم شروع میکنم که دیگه خوردیم به مهر شهریور 1401 و جریان مهسا و دیگه اصلا اون فاز اومد بیرون از ذهن من گفتم الان تاریخ لازمه و مردم بعد برایشون مثلا برای مخاطب تاریخ بکنم اون تولید محتوا به چه درد من الان میخوره مسیرم کامل تغییر داد ولی مثلا تبلیغ خیلی کمک کرد که دیده بشه اون پادکست ببینید مثلا اینکه ظرف چند ماهی کانال تلگرام شد هشگاه صاحب اونو از هوا که نمیمد بود مثلا من تو یاد گرفته بودم که چطوری تبلیغات کنم البته که پولم خرج کردم و من ظرف چند ماه نزدیک سی میلیون تومن خرج کردم که تبلیغ کنم کانال تلگرامی ما. تقریبا بخش زیادی از پسندازم رفت سر همون ولی چون دغدغه داشتم چون عشقم بود اصلا نگرانی نداشتم بعدش هم که پادکست داکیو دراما رو تاسیس کردم دو تایی رو داشتم پیش می بردم داکیو دراما یه خورده باحال باحال‌تر بود همیشه برام دیگه تاریخ دراما یه خشک بود سعی می‌کردم نباشه ها ولی خب تاریخ به هر حال چیز دیگه داکیو دراما یه برای خودم هم هیجان انگیز تر بود همیشه جالب تر بود هرچند که جفتشون رو دوست دارم جفتشون دغدغه من اصلا نمیخوام بگم این بهتر اون چیز داره میگم فرقشون اینه دیگه و اما دوران مهم زندگی این که شاید بتونه مثلا برای خصوصا نوجوانا مثلا آموزنده باشه من نمیدونم حالا آموزنده بگم نمیدونم شاید الهام بخش باشه حالا من مثلا اینقدر زندگی من الان رود مثلا دور موفقیت نیست بگم آموزنده ولی خب اعتقاد خودم اینه که از هر کسی میشه یه چیزی یاد گرفت یعنی از منم شاید کسی بتونه یه یاد بگیره خوشحال میشم اگه این اتفاق بیفته اونجایی بود که این شجاعت رو تونستم به دست بیارم که انتخاب بزرگ زندگی ما انجام بدم انتخاب بزرگ زندگی من این بود که بگم آقا من چیکار قرار بکنم من دیگه الان مثلا پارسال دیگه تا پاییز پارسال پاییز 1401 من دیگه الان سی سالمه قرار همینو پیش برم مثلا ده سال دیگه بشم این مرد چهل ساله مثلا شده خوشبینانه مثلا شده مدیر یه شرکت خیلی هم عالی کسی که بتونه رشد بکنه تو هر زمینه یا تو کارگر ساختمون هم باش رشد کن مهم اینه خیلی عالی ولی آیا اینطور رو ارضا میکنه این اون زندگیه که تو میخوای جوابم قطعا نبود ولی نمیتونه هم یهو بیام بیرون از دنیای کارمندی میدونی نمیتونست خرج داره زندگی اجاره باید بدی فلان سخته دیگه اینجوری نیست یهو بیای بیرون که تا اینکه یه توفیق اجباری رقم خورد اون شرکتی که داشتم براش کار میکردم حضوری و شرکت اصلیه منحل شد اومدم بیرون طبیعتا یعنی بیرون شدیم همه با هم بچه ها اکثرا ناراحت بودم ولی حقیقتش خیلی ناراحت نبودم چون از قبل همیشه دنبال یه فرصت بودم که خودمو مجبور کنم اون زندگی که میخوام رو بسازم خب این توفیق اجباری بود دیگه هرچند بعدش حالا با شرکت های ادامه دادم همکاری مو به صورت مثلا پاره وقت و دورکاری کم کم دیگه از اونام کشیدم بیرون دیگه کلا اصلا با اینکه برای کسی کار بکنم خدا کردم گفتم فقط میخوام برای خودم کار بکنم هیچ ایرادی نداره برای کسی کار بکنی یا همه که قرار نیست مثلا کارآفرین بشن همه که قرار نیست بشن استیو مثلا تو میتونی یه کارمند خوب موفق باشی خیلی عالی هر کسی شخصیت خودش رو داره دیگه هر کسی رو یه چیزی ارضا میکنه یه چیزی خوشحالش میکنه مهم اینه که چیطور خوشحالت میکنه از نمیخوام برچسب منفی بزنم روی این قضیه رو کارمندی به هیچ عنوان برچسب منفی نمیزنم یادم این یک کسی که براش کار میکردم مدیرم بود یه زمانی حرف خیلی خوبی زد گفت ببین من الان رئیس این کسب و کارم به هیچ راضی نیستم خوبم در نمیارم من الان آرزوم کارمند موفقی بودم توی شرکت خوب خیلی حرفها کارمند موفقی بودم توی یک شرکت خوب حقوقم بیشتر بود استرس هم کمتر بود مسئولیتم کمتر بود لذت می بردم رو داشتم الان چی دارم؟ به ظاهر من کارآفرینم ولی چی دارم از زندگیم خیلی حرف جالب بود برام یعنی هیچ چیزی رو نمیشه نف کرد کامل بس دیگه داره تو با چی حال بکنی خلاصه من اون دیگه اون پیچ مهم زندگیم بود گفتم آقا من میرم سراغ اون چیزی که دوست دارم سراغ داستانگویی سراغ تاریخ سراغ ات... اون زندگی که میخواستم از همیشه داشته باشم دیگه تو نوجبونی خودم و تو اون زندگی مثلا تصور میکردم منتها یه مسئله هم که بود من از مثلا قبلش گفتم پادکست رو شروع کرده بودم دیگه مثلا به پاییز که رسیده بودم پا... تاریخ دراما دیگه کم کم داشت جا می افتاد داکیو تازه رو انداخته بودم ولی اینا چیزی برام نداشتن یعنی درآمدی برای من نداشت پادکست تاریخ دراما تا همین الان برای من هزار توانی نداشته دنبالش هم نرفتم زیاد البته که اینم بگم خیلی از رفقای تاریخ درامایی بارها لطف کردن و حمایت مالی کردن و. یعنی اینم بگم یه وقتایی واقعا حمایت خوبی شد دستبوستونم خیلی ازتون ممنونم خصوصا تو اون دوره که تازه بیکار شده بودم خیلی بهم کمک کردید جدا و میدونید رنج خیلی متفاوت بود هیچ وقت یادم نمیره یه دختر نوجوون یه بار 25000 من حمایت کرد گفت ببخشید من همین رو دارم مثلا سعی می‌کنم در آینده باز مثلا واریز کنم ولی فعلا اینو دارم نمیدونید چی کار کرد با من اون پیام و اون حمایت یعنی خودتون تصور کنید که مثلا یه رسانه داری که هنوز رسانه معروفی که نیست چند هزار نفر مثلا دارن دنبالت میکنن دیگه چقدر مثلا حال میده این اتفاق میفته تا کسانی بودن که مثلا از خارج از کشور حالا خدا رو صد هزار مرتبه شکر ازشون خوب بود مثلا حمایت های بهتری میکردم اونم یه چند ماهی بود الان دیگه مثلا نیست چون هم خودم یه روزی اومدم گفتم آقا من دیگه اصلا راضی نیستم کسی حمایت بکنه خصوصا از ایران نمیدونم کدوم اپیزودش بود که هرچند باز کسانی بودن که ادامه میدادن ولی خب کم شد یکم این که چون من تاریخ دراما ما یه خورده کم رنگ شد برای یه مدتی اون ارتباطی مد... یه مقداری قطع شد با مخاطبای تاریخ دراما که در تلاش هم ارتباطمون رو دوباره قوی بکنیم چون من میخوام که تاریخ دراما رو هم بسازم و مخاطباش رو زیاد بکنم اینم باز میگم در مرحله بعد چی کار میخوام بکنم برای تاریخ دراما یعنی این کارا بود اینجوری حمایت میکردید خیلی از شما عزیزان رفقا ولی خیلی سخت بود و اینکه نمیدونستم چی کار بکنم خب من میخوام دیگه کار برای کسی نکنم بشم یه آدمی که حرفه‌ای تو حوزه رسانه تو پادکست ولی چی کار بکنم اینقدرم که معروف نیستم مثلا تبلیغات بگیرم این که گذشت گذشت میگم لابلاش کار میکردم برای شرکت های مختلف کار میکردم فقط خرج خودم و خانواده رو در میآوردم دیگه یک هزار تومانی پس انداز پس انداز نبود فقط کارو این که زندگی بگذره تا اینکه رسید به یه جایی که بازم یه توفیق اجباری رقم خورد چی بود این بود که کست باکس که پلتفرم اصلی پادکسته تو ایران شروع کرد اذیت کردن من مثلا پادکست هایی توی کست باکس دیده میشن که کست باکس خودش بیاد اونها رو پروموت کنه دیدید دیگه کاور هست اون بالا بنر بنر میزنه تبلیغ میکنه یا اون پایین توی کتگوری ها معرف... مثلا میزنید ایران پادکست های ایرانی رو بهتون معرفی میکنه اون باید اتفاق بیفته تا پادکست شما دیده بشه مثلا کست باکس مثل اینستاگرام و یوتیوب که نیست تو سرچ کسی پیدا بکنه باید خودش معرفی بکنه منم دیگه پولم تموم شد از یه جایی بعد نتونستم تبلیغ کنم و اه... هیچی این پیام میدادم گفتم آقا چرا چیکار دارید میکنین میکنی؟ گفت میکنی؟ نه مثلا ما پیام داشتیم شما کپی رو نقض کردیم چی کار کردم کپی رو نقض کردم مثلا یه سری ایرادا گرفت اونا رو حل کردم گفتم خب آه حل شد این قضیه الان چی میگی دوباره دوباره گذشت یه بار دیگه مثلا ازشون خواستن باز این کارو نکردن اصلا محدودم کردن یه دوره‌ای نمیتونستم به کامنتا جواب بدم دلایل حالا واقعا اذیتم کردن اصلا بدم اومد دیگه از کس باکس نشستم فکر کردم گفتم آقا من چرا باید توی یک پلتفرمی کار بکنم که هیچ چیش معلوم نیست مثلا یوتیوب قوانینش مشخصه یوتیوب میگه این کار نکن قانونه و مشخص شفافه حالا تلگرام هم تا خود حو... حالا تلگرام قانون خاصی به نداره یا اینستاگرام مشخصه آقا تو اینو نظر بذاری پاکش میکنیم بنت میکنیم کسباک اینو نداشت و گفتم خب حالا اینجوریه باشه من میرم سراغ اون پلتفرمایی که این ویژگی رو دارم و دیگه کاری با شما نه اصلا کس باکس محتوا میذارم توش هنوز هم میذارم توش ولی دیگه پلتفرم اصلی نیست گفتم میرم سراغ یوتیوب تا هم بتونم رشد کنم توش یوتیوب سیستم ریکامندیشن داره و تو معرفی میکنه به دیگران نیاز نیست پول تبلیغات بدی نیاز نیست کسی کمکت بکنه تو کار کنی دیده میشی یک تو اینکه میتونی کسب درآمد کنی ازش اون چیزی که من میخوام دیگه من میخوام مستقل باشم برای کسی کار نکنم اون چیزی که میخوام تو فکرم هست و مخاطب بدم یوتیوب اینو بهم هم میده اصلا یه مارکت مستقلی فراهم کرده برای تولید کنندگان محتوا خیلی خوشحالم الان که اون اتفاق افتاد حالا من اینجوری میگم شما نمیدونید اون موقع من چه حالی داشتم آمینید بعد جای من باشی تا درک بکنید یه کسی تو سی سالگی ریسک کرده از همه چی اومده بیرون از کار یه قران درآمد نداره و اون چیزی هم که مسیرش بوده بسته شده مسیر هدفم این که از پادکست بتونم کسب درآمد کنم دیگه یعنی بتونم اون بشه شغلم صبح تا شبم هم واسش کار کنم از اونم پول در بیارم زندگیمو با اون بچرخونم هدفم این بود دیگه و حالا که اون بسته شده نمیدونی چه حالی با آدم میده راه حلی هم وجود نداره چیکار میخوای بکنی راه حلی وجود نداره حالا بیا یوتیوبی که مثلا موقع 100 تا سابسکرایبر داشت یوتیوب تاریخ رو مثلا بیار بالا ولی خب من کلا یه ویژگی خوب داشته باشم اینه که خیلی صبورم یعنی دههایی راد دارم متاسفانه ایراد و ضعف شخصیتی دارم منم ولی یه ویژگی خوب داشته باشم که خیلی صبورم و با صبر و حوصله پیش میرم اگر یه چیز رو بخوام این اتفاق افتاد تو یوتیوب تاریخ ما رشد کردم شماها خیلیاتون اون موقع از اون موقع مثلا پیوستید حتی مانیتایز شد کانال دیگه خیلی خوب بود دیگه خیلی خوشحال کننده بود منتها تابستون امسال یعنی رسیدیم به مثلا به مرداد شهریور امسال 1402 یکی از سیاه ترین دوره های زندگیم بود اولا کانال تاریخ دراما یعنی یوتیوب تاریخ دراما که مشکل براش پیش اومد دیگه یکی اینکه دیمانی شد دو اینکه وقتی ببینید این هم شاید لازم باشه بگم براتون شاید کسانی بخوان یوتیوب کار کنن شما توی یوتیوب تا قبل اینکه مونتیزایز بشید اگر خوب و منظم کار کنید و ویدیوهای خوب بسازید رشد میکنید بعضی از ویدیوها ترند میشه مثلا من توی تاریخ درمای قدیم که الان اسمش گذاشتم آبان دو تا ویدیو راجع به هیتلر ساختم دیدید دیگه چه مثلا ویو خورد یکیشون تا 340 هزار تا خورد ویو خوبه دیگه در سطح من خوبه این مال دورانی بود که هنوز مونتیزایز نشده بود ولی وقتی شما مونتیزایز میشی اوکی یوتیوب برای صرف داری پیش میری خدا نکنه دو تا اتفاق بیفته یک یکی از ویدیوهات مونتیز نشه اصلا ویو نمیخوره هیچ بدتر از اون اینکه کانال دیمونتیز بشه چون دیگه صرفی برای یوتیوب نداری تو عملا به هیچ کس پیشنهاد نمیکنه و اصلا یه چیز مسخره ای میشه دیگه یعنی من نگاه کردم نه الان چیکار دارم میکنه از اون گذشته احتمال این هم بود که کانالم پاک بشه یه مشکلی پیش اومده بود حالا دوست ندارم مثلا شد. کامل بگم سر قضیه هم حساب ادسنس و اینا بود شک کرد و فلان و اینا احتمالش هم بود که اصلا نظر کلا کار کنم دیدم این همه زحمت کشیدم پوت شد رفت هوا یک دو اینکه فضای کارنال تاریخ هم خیلی بد بود نمیدونم یادتون هست یا نه من خب همیشه مثلا علیه تیزیه طلبی موضع گرفتم علیه کمونیستا موضع گرفتم و همیشه هم افتخار کردم که آدم ملی گرایی. اون موقع فضای تاریخ دراما خیلی بد بود اون مثلا اونا طرف های مقابل هی می اومدن فوت چرت و و رو اعصاب بود دیگه میدونید بذارید خودتون جای من تو اون شرایطی و جواب کارت مثلا میشه اون فضای به این نتیجه رسنم آقا من اصلا اینو خیال شم بذارم کنار بیام تمرکز کنم روی داکیو دراما در حالی که افسردگی هم شروع شده بود شهری پارسال سالگرد اون اتفاقات تل خالم بد وضعیت مالی به شدت وضعیت روحی اصلا مشکلات زیادی داشتم حالا من کلا دوست ندارم به این جور صحبت بکنم نمیخوام انرژی منفی به کسی بدم ولی خیلی حالم بد بود به چندین و چند دلیل حالا که میگم دو سه تاش بود دوره سیاهی بود دیدید دیگه خدا نکنه تو زندگی گیر کنی توی یه چاله از زمین و زمان میریزه سرت و خیلی با خودم فکر کردم نشستم یه روز خونه یکی از دوستان بودم اگر داری میبینی میدونی چه روزی رو میگم رفته بودم همه دان گفتم میخواست بره بیرون گفتم اوقا اگه میری یه خور دیرتر بیا من میخوام الان بشینم یه فکر کنم نشستم رو کاغذ همه مشکلاتمو هم رو نوشتم چالشامو کاری که همیشه انجام میدم گفتم آقا الان تو درد چیه خودم پرسیدم چی میخوای الان تو مشکل چیه اینه 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 خب اینا که همشون قابل حله چه مرگته چرا حالت بده همون شد من اومدم برگشتم اومدم تهران ج... گفتم خب من یک بهانه‌ای میخوام تا حالمو خوب کنم چسبیدم به داکیو دراما داکیو دراما موقع مثلا 200 تا ساب داشت کانالی بود که اصلا کار نمیکردم روش دیگه من داکیو دراما رو تیر ماه امسال تاسیس کردم یوتیوبش رو این که میگم مثلا مهرم 5 6 ماه پیش من 5 6 ماه دارم تو داکیو دراما منظم کار میکنم و همون شد دیگه انقدر چسبید به هم. مثلا ویدیوی موساد رو ساختم خیلی خوب وایرال شد بعد ویدیوهای بعدی راجع مافیا ساختم راجع به سازمان اطلاعاتی ساختم کم کم شماها پیدا شدید و این رابطه قوی شد و کم کم حال من دیگه خوب شد یعنی اون افسوردگی برام کامل به پایان رسید و یه نتیجه ای گرفتم اینو میخوام با دقت گوش بدید من همیشه حرفم این بود آقا ناامیدی مثل دومینوه خدا نکنه توی یک جمعی توی یک شهری توی یک کشوری یک نفر ناامید بشه و این رو بروز بده مثل دومینو همه رو در میگیره پس اگرم حالت بده نگو همیشه حرف از امید میزدم بعضی هم میگفتن آقا تو دیگه داری شعار میدی بس دیگه کم از این چیزا کن از این حرفای حال خوب کن و اینا ولی من اعتقادم بود منتها این دوره سیاه که برام به وجود اومد و نشستم فکر کردم و به یه خودشناسی جدیدی رسیدم گفتم من از این مانیفست زندگی چیز دیگه است برای من دیگه امید معنی نداره من دیگه اصلا حرف از امید نمیزنم به چی امید داشته باشم حالا بس گسترده یا ولی الان همین همی حرف رو امیدی ندارم ولی فقط میخوام از زندگی رنج نبرم چطوری رنج نبرم اینکه تون تون کار فقط کار 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 کردن باعث میشه تو از زندگی رنج نبری الان دقیقا اینجوریه ببینید من روتین زندگی میبینم که مثلا چهار صبح تقریبا میخوابم دوازده بیدار میشم یازده ده یازده دوازده از وقتا هم نه حالا بستگی داره و وقتی بیدار میشم و یه صبحونه میخورم دیگه کار تا چهار صبح نه بیرون یعنی ب... نهایتش وسطش پیاده روی فقط برم پیاده روی تنها میرم فکر میکنم آروم میشم بیشترم انقلاب کشاورز کریم خان جاهایی که مثلا از قبل که اومده بودم تهران همیشه بهم هم حال خوب میدادن بیشتر اونجاها رو میرم پیاده روی خورده میکنم تنهایی برمیگردم دوباره کار 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 مدت هاست ماه هاست مسافرت نرفتم مهمونی و اینا که اصلا خیلی از دوستان ازم ناراحتن که مثلا تو چرا وقت نمیذاری برای ما مثلا تو مثلا خیلی سر رفیقی بیاد ببینیم همه فلان وقت نمی کنم میدونم که خیلیشون درک هم میکنن یا سری هم حالا متاسفانه شاید درک نکنه ولی این حال منو خوب کرده این چیز بود که میخواستم بهتون بگم یعنی الان حاصل سی و یک سال عمر من اینه آقا یه کاری کن زندگی رنج نبری امید ممید مهم نیست اگر امیدواری که خوش به حالت اگر آدم سرزنده دمت گم من متاسفانه ندارم از دست دادم شکست خوردم یه سنگر اومدم عقب سنگر امید رو از دست دادم اگر تو حفظش کردی دمت گرم ولی مهمتر از اون اینه رنج نبری و به نظر من فقط با کار کردن کار مداوم و کاری که عاشقشی یا کاری که دغدغه داری راجبش اونو بعد انجام بدی این چیزایی بود که حالا راجبه تا الان میخواستم بهتون بگم و خیلی خوشحالم که داکیو دارم ما ظرف این 4 5 ماه مثلا الان رسیده به ده کا خب می ده الان فکر کنم دو سه روزی که بشه ده کا الان 9 و و خورده ای فکر کنم تو امروز جمعه بود میخواستم به صورت مجله داکیو دراما منتشرش بکنم بخاطر همین زودتر دادم بیرون اه... نمیدونی چقدر دوستتون دارم نمیدونی چقدر از این فضای داکیو درامایی دارم لذت میبرم تاریخ دراما رو هم میارم بالا الان دوباره کانال شده هزار سی س... سی تا فکر کنم خیلی برنامه براش دارم حالا در ادامه میخوام چیزایی راجع به کانال ها براتون بگم که بدونید چیکار میخوام بکنم برای سال آینده بگیرن امروز 23 ومه 23 اسفند 1402 این شمده 23 اسفند دوست داشتم خود اون بچه ای که فروشنده فال بود به خونه با من سواد ندارم و نمیتونم به خیلی بد چاپش کردم مثل این بالا شد که کندم باید من این چجوری چاپ شده ببینید. حالا این ورش که از این چه تو پرت هاست نامید نشو آیندهی ای روشن دار انتظار تو این هست حالا هیچی ولی این شعر حافظه ای هد هد سبا به سبا می به بنگر که از کجا به کجا می فرستمت حیف از تایری چطو در خاکدان غم ز به آشیان وفا می فرستمت جالب بود این بمونه تو این ویدیو برای سبت در تاریخ ببینید یه چیزی رو که من لازمه بهتون بگم همیشه میخواستم این رو بهتون بگم این که من آرزوم هدفم رسالتم اینه که یک رسانی بزرگ داشته باشم حالا نمیدونم به چه شکل بگم شبکه اینترنتی بگم شبکه ماهواره این نمیدونم حالا ماهواره که بعیده چون من کلا تو ایرانم و اصلا قصد هم ندارم و مجبورم تو شرایطی کار کنم که کن مثلا شدنیه دیگه ولی مثلا یه کانال یوتیوب یه پادکست هدف من لزوما نیست اینا بخشی از کار هدف من اینه که اینا رو تبدیل کنم به یک رسانه بزرگ چندین محتوا چندین موضوع کاتگوری اینا تمرین بیشتر برام این رسالت من اگر می‌بینی چرا مثلا پراکنده کاری می‌کنم چون دیدم می‌گیر آقا تمرکز تو مثلا بذار رو داکیو دیگه فلانیو و اونو بذار کنار اینو بذار کنار نمیشه من هدفم جامعه راستش همیشه اینجوری فکر کردم آره اصلا من برای این زندم آقا رسالت من تو زندگی اینه اینو از من بگیرن من تبدیل میشم به آدم ابسورده که هیچی نداره تو زندگیش هیچ من هیچ هدفی ندارم راستش تو دنیا مثلا کسی بعدش نمیاد پولدار بشه کسی بعدش نمیاد خوش ولی اون هدف نیست هدف من اینه چیز غیر اون راستش ندارم فقط اینکه رسانی بزرگ داشته باشم حالا برای داکیو ما برنامه اینه از عید به بعد اولا برای عید میخوام یک مجموعه محتوای دقیقا نمیدونم بگم چند قسمتی اتمان شیش هفت قسمتی باشه سریالیه چیه جریان جاسوس های جنگ جهانی دوم رو میخوام بررسی بکنیم با هم از قبل جنگ تا بعد جنگ یعنی چی؟ یعنی ما میایم جاسوس های جنگ جهانی دوم رو بررسی میکنیم زندگیشون رو کارهایی که کردن عملیاتاشون همون یادتونه دیگه جاسوس ها رو چجوری کار میکردیم مثل اونا ولی پشت بند این جریان اینه که ما داریم تاریخ جنگ جهانی دوم دو هم بررسی میکنیم یعنی بکراندش در واقع اون تاریخ جنگ جهانی دومه دو ولی در ظاهر داریم جاسوس ها رو میشناسیم با یه تایملاین هم پیش میریم از قبل جنگ تا پایان جنگ خیلی دارم براش وقت میذارم امیدوارم که خوشتون بیاد این روندی که میخوام هر فصل داشته باشیم یعنی هر فصل من یه سریال برای شما میسازم این کارایی که محتوایی که در هفته دو سه تا قسمت میدم اون که سر جاش این هست با موضوعات مختلف ولی هر فصل بهار تابستون به پاییز زمستون هر فصل یه سریال این مدلی براتون منتشر میکنم فصل تابستونم که نوبت اون سریال اصلیه میرسه اگر نمیدونید جریان چیه ویدیویی که بالا میذارم رو ببینید قبلا برای دوستان قدیمیتر گفتم که من یه سریالی دو سال وقت گذاشتم نوشتمش میخواستم سریال تصویری باشه نشد الانم اصلا میلی ندارم برم توی اون فرایند مجوزگیری و تهیه کننده پیدا کن و بازیگر اصلا نمیخوام دیگه اونجوری باشه سریال صوتی پلتفرم خیلی کارا میشه توش کرد سانسور رو اصلا میشه دور زد قشنگ آدم ها رو ببری تو وسط زندگی واقعی نه اینکه تو بیمارستان طرف دارن بهش برق میزنن با مانتو خوابیده یعنی یه چیز واقعی چیزی که هست تو ذهن شما کارگردانی بشه نه تو تصویر هدفم اینه و واقعا هم یه دردقی بزرگی, بزرگی سال آینده فکر کنم بزرگترین چالش من این سریال است که در قالب داکیو پخش میشه البته که یک پلتفرم پخش مجزا براش دارم یعنی تو یوتیوب و پادکست و اینا نیست صوتیه و یه پلتفرم ویژه باید براش تهیه بکنم که توی اون منتشر بشه ولی زیر مجموعی از کارهای داکیو دراماییه چرا چون ژانرش قشنگ همینیه که دوست دارید دیگه مافیا ها و فلان توضیح دادم تو اون ویدیوها در آینده بیشتر توضیح میدم که بدونید ماجرا چیه این کارایی که فعلا میدونم قرار انجام بدم یه کار دیگه که حتما میخوام در جریانش باشید اینه که میخوام پادکست پادکست داکیوداراما محتوای اختصاصی داشته باشه تا تو الان توی این چند ماه چجوری بود من ویدیو میذارم یوتیوب با مثلا اختلاف زمانی چند روزه فایل صوتیش رو هم توی کست باکس و شنوتا و تلگرام منتشر میکنم حالا من هدفم اینه که پادکست تاریخ داراما بشه یک چیز مجزا یعنی موضوعاتی رو که نمیشه تو یوتیوب کار کرد به هر دلیلی تصویر ندارن موضوع مناسب هر چی ببرم پادکست بسازم مثل همون کاری که قدیم میکردم خیلی از شما ها با اونا احتمالا جذب شدید دیگه من خودم اونها خیلی دوست دارم اینجوری میخوام کار بکنم حتی اگر لازم باشه ماهی یه قسمت بدم چون این خورده سخته منم دست تنها یه سوالی هم که کردی اینه که تو یا گروهی من تقریبا 99 درصد کار رو تنها انجام میدم حالا دوستانی دارم که لطف دارم به هم کمک میکنن تو کار مختلف ولی همه کار رو تنها انجام میدم زیادم اهل کار گروهی نیستم چون نمیتونم انرژی که کار گروهی میگیره یه وقتایی بیشتر از کار تنهایی مدیریت کردن رابطه با آدما ها منم درونگرام و یه خور کلان برام سخت راستش تنهایی خیلی راحت ترم ولی سعی میکنم مثلا برون سپاری هایی داشته باشم کارهایی که مثلا مهمتر نیستن مهم نیستن رو بدم مثلا کسانی رو بیارم بگم آقا تو زحمت بکش این کارو بکن ولی من مثلا این قدم به هزینه میدم کار اصلیار ولی خودم باید انجام بدم نمیتونم با کسی مثلا شیر کنم بگم تو تدوین کن من نمیتونم راستش تا الان که نشده به همین خاطر یه خورده کمبود زمانم دارم ولی حتی اگر ماهی یک اپیزود هم باشه براتون منتشر میکنم حتما حتما داکیو داراما رو توی کست باکس دنبال کنید توی تلگرام نمیذارم تو تلگرام فقط مثل کست باکس و شنوتو فایل صوتی ویدیوها رو با چند روز فاصله میذارم ولی اگر میخواید این اپیزود اختصاصی ها رو بشنوید حتما تو کست باکس یا شنوتو شنوتو خب مثلا مال ایرانه دیگه خوبی های خودش رو داره فیلتر نمیشه اگر که باکس هم فیلتر نیست ولی یه وقتایی شاید هزگیت شاید منظور این دوتا هست که باکس و شنوتو اگر میخواید اپیزود اختصاصی پادکست رو ماهانه بشنوید آدرس ها رو این پایین براتون می نویسم. حتما اینها رو لطفا دنبال کنید خصوصا تو کست باکس یعنی اون کامیونیتی که اینجا داریم ما تو کست باکس هم میخوام داشته باشیم حالا که دیگه به, تار... دا... به داکیو دراما کاری نداشتن خدا شد خیلی اذیت کردن ولی به داکیو کاری نشده و نمیخوام مثلا برام تبلیغ کنه کس باکس چه میگن خیلی تا نمیخوایم شرم نرسون به ما نمیخوام فقط همین که شماها بیایید اونجا خیلی عالی میشه که بتونم اونجا رو هم با قدرت پیش ببرم اینم یکی دیگه از برنامه هامه یه کاری که دوست دارم انجام بدم تاسیس باشگاه داکیو دارم یعنی کلاب داکیو دارما. یه سری خدمات بهتون ارائه بدم چون من همیشه این سوال از خودم داشتم که آقا تو خب اوکی تو یعنی یوتیوبری پادکستری دوستانم لطف دارن کاراتو میبینن حمایتت میکنن ولی خب چه فایده ای داری واسه مردم میدونی حالا شاید بعضی از محتواها فایده هایی داشته باشه تاریخ با هم میخونیم اطلاعاتمون بیشتر میشه راجع به کشورها راجع به جای مختلف این به کنار ولی مثلا تو به چه دردی میخوری یعنی همیشه از خودم میپرسم سعی دارم در قالب اون باشگاهی که سری خدمات ویژه بهتون بدم مثلا دوره های مطالعاتی بذاریم از اساتی دعوت بکنم مثلا راجع به تاریخ جنگ جهانی دوم راجع مثلا همون موضوعات خودمون موضوعاتی که همیشه داریم مطالعه دقیق تر بکنیم اینا جدای از برنامه ها یعنی کارهایی که داشتیم تا که داریم این چیزایی هم که گفتم که اضافه میشه این باشگاهه رو باید خود روش کار بکنم ولی امسال راش میندازم سایت هم سایت داکیو ما رو هم باید تراحیش بکنم دقیق خوب که بهتون معرفی میکنم این یه سری خدمات این مدلی میخوام بهتون بدم که بیشتر با هم مچ باشیم اگر دوست دارید لایو شبانه هم هر از گاهی داشته باشیم بهم به بگید یه سری شبا هم حال دارم انرژی دارم اصلا یه آزده و شب یه لایو با هم بریم اطمان تو یوتیوب چون تو اینستا خیلی داغونه اصلا نمیشه یوتیوب بهتره باز اگر دوست دارید بهم هم بگید مثلا ببینم یه تعدادی هستن برگزار میکنیم دوره هم باشیم راجع به کارها راجع موضوعات مختلف گپ بزنیم شما مثلا بنویسید من بگم فکر کنم حال بده اینجوری این هم یکی دیگه از کارهایی که میخوام انجام بدم امسال و باشگاه هم که گفتم دیگه کلاب داکیو دارم و خیلی راستش ایده دارم نمیشه الان بگم چون خامن یه چیزی هم باید بهتون بگم آقا من یه کاری که واقعا میخوام انجام بدم اینه که مستند سازی بکنم مینی این کارهایی که مثلا پشت میز بشینم براتون توضیح بدم این جای خودش چون دارم تحقیق میکنم حاصلش رو میام به شما میگم ولی میخوام مستندسازی بکنم راجع داخل ایران خصوصا موضوعات جنایی راجبه وضعیت و اینا. نمیخوام موضوعات مثلا حال خراب کنی باشه بیام بدبختی مردمانشون اینا نه موضوعاتی که سرگرم کننده باشه و یه چیزی هم برامون داشته باشه یک اطلاعاتی به همون بده خب ولی نمیدونم راستش چی چیزای مختلفی هم فکر کردم ولی به ایده نرسیدم به هم ایده بدید اگر میتونید بگی چی دوست دارید مستند, یعنی مستند بسازم پایین شهر از شرایطی که هست مثلا یکی از اتفاقاتی که چند سال پیش برام افتاد خیلی جالب بود ما چند سال پیش تازه اومده بودم تهران یه کاری پیش اومد یه مسئله پیش اومد ما نصف شب بعد میرفتیم شوش مولوی مولوی باید می میرفتیم مولوی نه مثلا اون خیابونش و متروش و اینها تو کوچه پس کوچه های مولوی کی سه نصف شب بعد میرفتیم همه نشستن سرنگ به دست اینجوری به ردیف موتاد دو اصلا یه شرایط ترسناک بود. بعد رفیق من که کنارم بود من که ریشم از الانم بلندتر بود همینجوری شبیه برادران بودن. رفیقم هم که کنارم بود داشت اون موقع کارمند مترو بود فکر میکنم مترو مهدیه رو داشتن تاسیس میکردم فکر کنم دیدی دیگه لباس مترو یا درجه داره اینجاشون دیگه آقا اینا ما رو میدیدن یعنی هم اونا از ما میترسیدن هم ما از اونا هر لحظه امکانش بودی اتفاقی بیفته دیگه این رفیق من کابشنش رو اینجوری انداخت پشتش که درجهاش معلوم نشه اون شرایط اون وضعیت هیچ از پاک نشد و مثلا خیلی سوالات برام پیش میاد که الان نصف شب مثلا پلیس اصلا هست اینجا یا نه برای یه کسی یه مشکلی پیش بیاد چی میخواد بشه مثلا دوست دارید اینجور مستندایی رو بسازم دیدید یه ژانری هست گردش در شهر میرن آدما راه میرن تو شهر فیلم میگیرن نمیدونم اون میتونه جالب باشه حالا جالبیش به کنار میتونه مفید باشه سوال برام ها نمی... نمیخوام این کارو بکنم سوال برام به اینا فکر کنید بهم به ایده بدید خود اگر ایده ویژه هم دارید بهم به ایمیل بدید که چون هم... منظم ترین چیزی که چک میکنم ایمیله علی نقطه فیزی 25 از gmail.com پایین براتون میزنم. آدرس همه این چیزایی که میگم تو دیسکریپشن هستا اون مره پایین بیشتر پایین رو بزنید همه ی آدرس ها رو براتون نوشتم اینا از کاری که میخوام برای دا داکیو بکنم به هم حتما نظرتون رو بگید برای تاریخ دراما خدا را شکر دیگه کانالش جا افتاده داره رشد میکنه هدف هم اینه امسال تبدیلش بکنم به یه کانال پر مخاطب تاریخی و هم تاریخ معاصر ایران رو پیش ببریم الان تو دوره رضا شاهیم دیگه فکر کنم چند وقت دیگه بریم دوران محمد رضا تاریخ معاصر ایران رو جز به جز بررسی بکنیم با هم بریم جلو در کنارش میخوام تاریخ کشورهای همسایه رو هم بیشتر بررسی بکنیم مثلا این کاری که تو داکیوم میکنیم مثلا افغانستان و ترکیه و پاکستان و اینا بیام تاریخیشون رو هم بررسی بکنم چون اولا که خیلی از مخاطبای ما افغانستانی هستن برادران و خواهران ما هستن خیلی هم دوستشون داریم راجع به اون کسانی حرف میزنم که اگرم ایران هستن قانونی اومدن مخلصتون هم هستیم مشکل ما اون کسانی هم که غیر قانونی میان خیلیشون اما نمیدونیم کیان طرف طالبه کی اصلا تو قرار چیکار بکنی آماری هم ازشون در دست نیست هر کاری میتونن بکنن ولی اونایی که خانواده از جوون اصلا تنها از هر چی قانونی و درست اومدی آما نوکرت هم هستیم دوستت داریم همه ماه یه کشور بودیم قدیم ایران بزرگ بودیم همه مشکلی نداریم مثلا اگر دوست داری راجبه کشور شما بسازم راجبه پاکستان ترکیه عراق شمال شم... آذربایجان و نمیدونم ارمنستان و اینا اینا رو میخوام تو تاریخ ما بیارم به زودی ویدیو یه ویدیو تاریخ طالبان میخوام بسازم فکر کنم فردا پخش بشه توی تاریخ درامای های جدید ها رو می تاریخ درامای جدید تاریخ درامای قدیم که الان اونم تقریبا نزدیک ده کا سابسکرایبر داره اسم گذاشتم آبان هدف آبان چیه چون میخوام شروع کنم خدا کانال پاک نشد مونتیز نیست پولی نیست توش ولی هدفم اینه چیه آبانو نگه داشتم میخوام راجب مشروطه من... منسجم راجبه مشروطه کار بکنه مشروطه ایران فقط مشروطه یعنی دیگه تاریخ داره ما میگم الان دوران رضا شاه بعد میریم جلوتر آبان فقط تئوریسین های مشروطه رو روشن از لحاظ ادبی آقا میدونی چه میراسی اون دوره ما به جا گذاشتیم چه شعرهایی چه رو... مثلا کارهای ادبی نصر، نظم از لحاظ سیاست چه چیزهایی بر ما موده این میراثه از لحاظ فرهنگی چه آدمایی اومدن حالا من راجبه چند چون کار ساختن راجبه آخونزاده و مشیر و و اینا آخونزاده مثلا اون موقع راجبه تغییر خط و اینا حرف میزده میدونید چه ایده هایی بودن الان شاید اون ایده رو ما به کارمون نیاد ولی باید با میراث آشنا بشیم یا نه خیلی شاید بشه ازشون ایده گرفت برای فرهنگ برای ادبیات برای خیلی چیزها این میراثی که گم کردیم بخش زیادیش رو من میخوام رو تو آبان دنبال بکنم امسال حتما رو هم انجام میدم دست تنها میخورده بعد بتونم تیم جمع کنم هر موقع ما تیم جمع کردیم حالا دوستان لوس دارن البته از سر علاقه و دغدغه میان ولی مثلا با چند نفری موقع مدت صحبت کردم یکی دو نفر قرار بود تو سناریو کمک کنن برای تاریخ دراما و آبان یه نفر قرار بود تو گرافیک بهم کمک کنه یه نفر قرار بود توی اجرا کمک کنه نرسیدن دوستان درک میکنم ما هیچ گله نیست ولی میگم کار گروهی سختیش اینه شرکت نیست که آدمو موظف باشن هر روز بیان تو نمیتونی چی چیزی بگی آقا نمیرسه خب باشه نمیتونی چیزی بگی که این باعث میشه کارو عقب بیفته یه خورده و اینم از این ولی خلاص من برنامه دارم برای آبان سوالی که تا یادم نرفته اون سوالی که اول گفتم چرا من راجع به کارهای سازمانهای اطلاعاتی داخل ایران کار نمی سازم ببینید مسئله اینه که من وقتی میام مثلا به آی آی پاکستان کار میسازم اون کلیات رو دارم میگم دیگه چیزایی که ما نمیدونیم و کنجکاویم که بدونیم راجب افغانستان وقتی مثلا سازمان اطلاعاتی شو میام بررسی میکنم میگم او اینا از اصلا چند دهه پیش سازمان اطلاعاتی داشتن کاگبه شوروی میومد به اینا درس میداد آموزش او چه چیزای جالبی اصلا شما فکر کن وزارت اطلاعات ایران اینو بسازم راجب اطلاعات سپاه بسازم خب همه‌شو که ما میدونیم نداریم راجب کلیات اگرم بخوام راجب جزئیات وارد بشم یک اینکه از اون حالت داستانگویی ممکنه خارج بشه بشه حالت خبرنگارطوری دوم بند بازیه یعنی این رو بند حرکت کردن آدمیزاد دیگه یه وقتی یه کلمه ای رو اشتباه میگی یه وقتی یه حرفی میزنی که اصلا اون لحظه فکر نکردی به معنیش پیش میاد خب حالا میگم من چه جوری کار میسازم من از رو سناریو نمیخونم من میفهمم یعنی میکنم اون سناریویی که نوشتم و, و بعد میام یه تیک حرف میزنم با هم یه وقتی اشتباه هم رخ میده اینجوری راحت ترم شما فکر کنید یه جاش یه کلمه یه جمله یه چیزی بگم میدونید یه عده میان میگن تو آدم اینایی یه عده میان میگن تو آدم اونایی همینجوریش هم دیدید دیگه تو کامنت ها این حرفا هست نمیخوام این بحثا پیش بیاد و میگم خیلی از چیزها رو که ما میدونیم وقتی میدونیم من چی بگم دو من نمیخوام وارد جزئیاتی بشم که کلی روایت در موردش هست هر رسانی یه چیز میگه هر سمت یه چیز میگه دیگه اون داستانگویی نیست اون خبرنگاریه و خب من تو ایرانم هم مثلا به هر حال محدودیت داریم دیگه این که دیگه واضحه میگم نمیخوام مثلا از ایران بیرون بیام مجبورم که حواسم باشه حواس جمع کار بکنم به نظرم آهسته و پیوسته رفتن خیلی بهتره اینکه ما تاریخ بخونیم که ما آشنا بشیم با چیزهای مختلف سوادمون دانشمون بره بالاتر خیلی مفیدتره به نظرم. من کار کردم اینه وظیفم رو این تعریف کردم حالا هر کی برای خودش وظیفه ای تعریف میکنه دیگه اینم از این سوالی بود که خیلی دیگه پرسیده بودید امیدوارم جواب کامل داده باشم ببینید در روند کار من اینطوریه یه تقویم دارم موضوعات رو نوشتم ولی موضوعات رو لحظه به لحظه انتخاب میکنم یعنی اینجوری نیست که تا ده تا ویدیوی بعدی مشخص باشه هر روزی به فراخور اون اتفاقات میگم الان مثلا اخبار اینجوری این بهتره یا نه خودم الان آمادگی این موضوع رو دارم حالا دلایل مختلف خیلی از ایدهایی که شما پیشنهاد میدید همشون اونا میارم تو اون تقیمه مینویسم یعنی دقیقا میدونم تا یک سال دیگه قرار به چی بسازم ولی اینکه کیشو نمیدونم موضوع انتخاب میشه شروع میکنم به تحقیق کردن بیشترم منابعم ایناست یک مقالات دانشگاهی اگر باشه بهتر از کتابه همیشه گفتم چون اون فردی که اون مقاله رو نوشته خودش رفته در کتاب خونده کنه نوشته خیلی آپدیت شده و کامل تره دو اگر کتابی در اون موضوع پیدا بشه بیشترم توی فیدیبو و تاقچه اونا خب بهتر از چندین و چند جهت اون و بعد یه سری سایت هایی که هست دیگه خیلی وقت هم تو دیسکریپشن براتون می نویسم همه این منابع هم انگلیسیه طبیعتا منابع غیر انگلیسی هم ممکنه باشه مثلا راجعه به یه سازمانی مثلا عربیه گوگل ترنسلت ماشالله هستی که حتی الان هوش مصنوعی هم اومده همین گوگل جمنای چی اون خیلی عالی ترجمه میکنه به کار میاد دیگه میام همه رو میخونم مثلا یه روز همه رو مینویسم تو دفترم که مخصوص این کاره بعد این میشه سناریو یعنی سناریویی که من دارم اینجوری نیست مثل فیلم نامه عروش بخونم یک دو سه اینجوری نیست براتون تصویرشو میذارم اون اطلاعات رو نوشتم توش میخونم اون رو قشنگ میره تو مغزم شروع میکنم اینجوری الان چجوری با شما حرف میذارم همینجوری بیانش میکنم به خاطر همین روایتم هم صمیمانه روایت است مثلا شما میگه انگار داری باسه رفیقت تعریف میکنی یا اینه این خودم اینجوری دوست دارم دوست ندارم بیام خوشگل شق و رق بشینم این اشتباهی بود که اوایل سری تاریخ دراما میکردم اون پادکست های اولیه تاریخ دراما هست تو کست باکس گوش بدید خیلی ادبی و چیز دارم حرف میزنم اصلا دوست ندارم اینجوری بلد نبودم دیگه داشتم یاد میگرفتم الان خیلی باحال به نظر خودم خودم هم راحت ترم وقتی کرده کردم شروع میکنم تصاویر جمع میکنم براش کلی عکس هست تو اینترنت تو یوتیوب فیلم هایی هست که خب قوانین کپی رایت هم البته باید رعایت بشه بارها دیدم گفتی چرا بیشتر فیلم و ویدیو نمیذاری اک فیلم و عکس نمیذاری راجع به موضوعات اولا خیلی وقتا نیست آقا من مثلا راجع به مافیای اسرائیل چند خوش کار ساختم دیگه چقدر مگه فیلم هست تو اینترنت فیلمی به عکس بود بیشتر یادتونه دیگه نیست یعنی دست بسته محدود خیلی از باشه هم اگر جدید باشه خیلی وقتا نمیشه استفاده کرد خیلی قوانینش پیچیده است هر محتوا هر کشور هر منطقه یه قانونی داره عموما هم اینجوریه که مثلا ها بیشتر از 5 6 ثانیه نمیشه استفاده کرد این مجبورم کلی ویدیو اگر باشه اسکرین ریکورد کنم بعد اینها رو 5 6 ثانیه با یه نظم بچینم کنار هم لا بهشون عکس بذارم که مثلا یه موقع یوتیوب سر کپی رایت گیر نده چون گیر بده خودش داستان میشه حالا تا حل بشه و اینا اگر هم استرایک بخوره که دیگه خیلی فاجعه میشه به خاطر همین اون خودش خیلی وقت گیره. خیلی سخته تدوین کردن کلا سخته توپوقا رو در بیاری یه جای اشتباهی حالا من یه تیک حرف میزنم کم پیش میاد توپوق بزنم ولی بالاخره کار دیگه یه جای پیش میاد الان کلا احساس میکنم اجرام خیلی بهتر شد نسبت به قبل قبلا اینجوری بود که کلی کات میخورد هی قطع میشد خراب میکردم خود الان دیگه مثلا میتونم یه تیک حرف بزنم همه اینا مهارت دیگه یعنی هم باید یاد بگیرم تا ده سال دیگه کلی چیز هست که یاد بگیرم شما هم اگر میخواین وارد این زمینه بشی این فرض رو داشته باشی که آقا این مسیره تی میکنی و کم کم یاد میگیری خود راه بگویدت که چون باید رفت میدونی این خیلی مسئله است و وقتی اینا رو ضبط کردم و تصاویرم آوردم میریم تو تدوین مش بزرگترین چالش هم تو تدوین اینه که لپتاپم نفتیه خیلی طول میکشه یعنی ببینید ویدیوی نیم ساعته دو ساعت خوردهی طول میکشه خروجی بهم بده حالا اونو من بیام کمپرسش هم بکنم حجمش کم بشه مثلا بشه یک ساعت هم اون وقت میگیره آپلود شدنش هم یه ساعت چهار ساعت وقت میگیره بعد تدوین که مثلا آماده بشه یه وقتایی دیدی 11 12 شب آپلود میکنم به خاطر اینکه طول کشیده این فراینده و به خاطر این دیر میشه قبلا فکر میکردم اصلا 8 شب به بعد دیگه نباید بذارم دیگه نیستید ولی اتفاقا دیدم نه اصلا ویدیو 12 شب میذارم هستید مثل خودم شب زنده دارید خیلیاتون نه خیلی به نظرم دیگه ساعتش مهم نیست مقید نمیکنم خودم رو به ساعت و روز خاصی هر موقع آماده شد براتون میذارم این از این تو تدوینم که حالا چیز خاصی نیست بخوام با پریمایر کار میکنم پریمایر 2019 فکر کنم لپتاپ اذیت میکنه اه... فعلا هم نمیخوام لپتاپ جدید بگیرم میتونم مثلا یه خور پول جمع کنم خرجای دیگه بزنم ولی من کلا یه چیزی اعتقاد دارم بهش اونم اینه که تو اگر نتونی با ابزار ساده کار بکنی و موفق بشی اگر نتونی اینو انجام بدی با ابزار خوبم نمیتونی فوتبالی ها میدونید چی میگم دیگه آقا آنچلوتی ها بذارید یه بر پیولی هم بذارید چون میلانی هم اینا رو مثال میزنم آنچلوتی کسی که همیشه با ستاره ها کار کرده خب پیولی حالا الانش رو نگاه نکنید میلان افت کرد متاسفانه یه زمانی قهرمان شدیم بعد سالها پیولی کسی بود که با بازیکنه این معمولی نتیجه میگرفت امیدوارم بازم بتونه بگیره هرچند اگر کنته بیاد من خیلی خوشحال میشم کنته رو خیلی دوست دارم خود کنته هم 2016 تو تیم ملی ایتالیا یادتونه دیگه تیم خط حمله نداشتیم دو تا مهاجم داغون که اصلا دیگه رفتن بعدش با اونا تا یک چهارم یا فینال بود رفتیم میدونی اینجور سرمربی ها همیشه بر من جذاب ترن اونا که با هیچ با حد کار میکنن رانیری من لستر سیتی معجزه قرن یادتونه دیگه معجزه قرن ورزشی شد اسمش اون قهرمانی لستر سیتی من اینجوری همیشه دوست دارم کار بکنم اگه من یه مچ بوک 400 میلیونی زیر دستم باشه و یه مینه 200 میلیونی خب معلومه میتونم کار خوب بسازم ولی من اگر بیام مثلا با این گوشی که من ماها داشتم با این گوشی براتون ویدیو میگرفتم این گوشی رو من 1400 خریدم 1 ,000, ,000 می یک میلیون و 300 هزار 400 هزار تومان نوکیا نمیدونم چیه مدلش مثلا من چند ماه پیش یه گوشی مثلا 20 بخرم مثلا خوب فیلم بگیرم مثلا این گوشی که الان دارم براتون فیلم میگیرم S23 FE سامسونگ خیلی دور نشو دوست دارم به خیلی خوبه میتونستم 6 ماه پیشم اینو بگیرم ولی به خودم می گفتم آقا تو باید بتونی با حد کار بکنی وقتی کار کردی از یه حدی گذشت مخاطبا بیشتر شد اون موقع برو به خود جایزه بده برو گوشه بهتر بگیر مثلا برای لپتاپ هم اینجوری فکر میکنم ولی خب اینا چالش هایی که هست دیگه چالش های روحی روانی هست هیترا چیزایی که میگن حالا اینجا کمتره و حمایت شما رو هم دارم تو تاریخ دارم این نبود متاسفانه اینجا هست یکی سه میاد مثلا یه حرف بی ربطی میزنه دیدم خیلی از شما ها حمایت میکنید از هم گرم انتقاد که یا ها کسی اراجیف بگیر توهین بکنه مثلا این حمایت شما رو دارم ولی کلا فشار روحی روانی هست ریسک خود یوتیوب هست به قول یه کسی میگفت یوتیوبری که صبح بیدار نشه و این احتمال رو نده که من الان کانالم پریده اصلا نمیتونه موفق بشه همیشه این احتمال هست یوتیوب خیلی قوانینش پیچیده است هر روز یه تونه بپره کانال اصلا پاک ترمینیت بشه همین فشارها هست ولی در نهایت اون رابطه که با هم داریم خب خیلی باحاله دیگه دوست دارم این بمونه و این کلاب داکیودراما که میگم در راستای همینه بعد نکته دیگه نمیدونم مونده یا نه آها یه چیزی هم بگم این که خیلی وقت دیدم خیلی وقتا که نه چند باری که میگید کامنت ها پاک میشه فکر میکنید من پاک میکنم مثلا میگه آقا مثلا من انتقاد کردم فردا اومدم دیدم پاک شده واقعا من پاک نمی کنم من هیچ وقت هیچ وقت نشده کامنت انتقادی رو پاک بکنم فوش توهین باشه پاک بلاک اصلا به نفع خودم, خودمونم هست محیط سالم تر میشه چرا کسی حق نداره فوش بده چرا فوش بده ولی باور کنید من پاک نمی کنم هیچ وقت احتمالا به خاطر اون فیلتر شکنی که یوتیوب تشخیص میده این رباته فیلتر رایگان که آی پی عوض میکنن یا وقتی یوتیوب هز میکنه یا دیدید دیگه اجازه نمیده کامنت بذارید لایک ها و سابسکرایب ها میپره میدونید نه به خاطر فیلتر شکناس فکر یعنی فرضتون این نباشه که من پاک کردم من واقعا پاک نمیکنم چند چرا باید پاک کنم رفیقی اومدی یه انتقادی از من کردی مگه بیمارم پاک کنم کامنتو و یه وقتی واقعا ناراحت میشم میگم حالا من چجوری الان به این فرد صدام بهش برسه که آقا من پاک نکردم بعد مثلا این جوریه دیگه تو بیای قلب بذاری مثلا فرداش نمیای چک کنی ببینی من جواب دادم ولی وقتی یه انتقاد کنی فرداش حتما میای چک کنی که من مثلا چه جوابی دادم خب این باعث میشه بگن آها اگر راست میگی خودش پاک شده چرا کامنت های انتقادی پاک میشه چرا مثلا گل و قلب و اینا نمی اون هم پاک نمیشه اونم پاک میشه ولی کسی نمیاد رو بررسی بکنه می چی میگم در کل میخوام بدونید من به هیچ عنوان تحت هیچ شرایطی تو هیچ کدوم از کانالا کامنت انتقادی رو پاک نمی کنم برید کامنت هایی که پای آسایش هست ببینید پای طالبان هست و ببینید تو داکی توی تاریخ دراما ویدیوی اخیرا دادم جو مجاهدین خلق ببینید چه کامنت هایی گذاشتم من پاک نکردم حالا فوش معدبانم بدن باز من پاک نمی کنم کلمات رکیگو من پاک میکنم اه... اینجوری اینم لازم بود بدونید خیلی حرف زدم ببخشید نکته اگر مون تو کامنت ها بگید ب... توضیح بدم راجبش خیلی مخلصیم بریم برای سال 1403 عمیقا آرزو میکنم که برای شما سال خیلی خوبی باشه سال خوب یعنی چی؟ یعنی تلاش بکنی برای اون اهدافت رنج کمتری بکشی از زندگی آرامش بیشتری داشته باشی و با کار 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 این به نظر من سال خوب من اینه و برای خودم هم همین برنامه رو دارم و تلاشم رو تمام میکنم که بهش برسم امیدوارم سال 1403 واقعا خوشی باشه آخرش ببینیم او چه اتفاقی با حالی افتاده قطعا این وسط چهار تا چالش و مشکل هم پیش میاد برای هممون دیگه باید قوی باشیم و اون چالش ها رو بگذریم ازش تو هر سطح شخصی اجتماعی هر چی. خیلی مخلصیم پاینده ایران بزرگ و بدرود